مدیر آمازون، بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان، هفته گذشته اعلام کرد که میخوام 700 میلیون دلار بریزم تو خودروسازی ریویان و این خودروساز رو به شدت ارتقا بدم. ریویان یک تازه وارد به صنعت خودروس و از اولین شرکت هایی است که قصد داره وانت های الکتریکی تولید کنند. این کارخانه آمریکایی پاییز گذشته اولین محصول خود R1T رو رونمایی کرد و قرار اونو از اواخر سال 2020 تولید کنه که ویدیو این وانت قبلا تو پارسیتی آپلود شده. اگر دوست دارین این ویدیو رو ببینید، لینکشو میذارم تو قسمت توضیحات. این شرکت پس از وانت R1T یک مدل شاسی بلند و 4 محصول دیگه تا سال 2025 به بازار عرضه خواهد کرد. از ریویان به عنوان یکی از مهمترین رقیبان تسلا، مهمترین تولید کننده خودروهای الکتریکی در جهان نام برده میشه. جف بزوز، مالک آمازون، آدمیه که پولش جای اشتباه نمیریزه. اون امیدواره تا بتونه با این سرمایه گذاری ماشین های خودران برای تحویل بار بسازه و از این طریق شبکه لوجیستیک آمازون رو تقویت کنه. پیش از اعلام سرمایه گذاری آمازون، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که جنرال موتورز هم در حال مذاکره برای سرمایه گذاری در ریویانه، که البته گفته شده این گفتگوها ادامه داره و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد. همه کمپانیای بزرگ از اروپا و آمریکا گرفته تا ژاپن دارن میکوبن تا انحصار تسلا رو بشکنند. حالا هم جف بزوز، سرمایه‌گذار موفق آمریکایی و مالک آمازون، وارد گود شده. به نظر شما اینا میتونن انحصار تسلا رو بشکنن؟ من که چیزم آب نمیخوره.